دیوید بکام با نام کامل دیوید رابرت جوزف بکام، زاده 2 می 1975 در لندن، بازیکن فوتبال بازنشسته، مدل اهل انگلستان و مدیر عامل باشگاه فوتبال اینتر میامی. اون همچنین مالک 10% از سهام باشگاه سالفورد سیتیه. بکام در دوران حرفه‌ای فوتبال خودش در پست هافبک برای تیم‌های باشگاهی مثل منچستر یونایتد، رئال مادرید و لس آنجلس گالاکسی و همچنین تیم ملی فوتبال انگلستان بازی می‌کرد. قد اون 183 سانتی متره. دیوید فوتبال رو از سنین کودکی شروع کرد و بعد از پایان دبیرستان در چینگفورد فوتبال رو به صورت حرفه‌ای ادامه داد. اون تو مصاحبه‌ای تو سال 2007 عنوان کرده که هر وقت معلم‌ها از من می‌پرسیدن که در آینده دوست داری چی کاره بشی، من می‌گفتم فوتبالیست و اونا می‌گفتن نه، شغلی که بتونی در اون درآمد داشته باشی. همسر اون ویکتوریا آدامز یکی از خوانندگان اسپایس گرلز بود. اون 4 فرزند به نام‌های بروکلین، رومئو، کروز و هارپر داره. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. خانواده 6 نفره دیوید بکام، همسر و 4 فرزندش یکی از معروف‌ترین خانواده‌ها در دنیای مد و لباس هستند که با استقبال مجلات مد قرار گرفتن. از دیوید و همسرش که از مدل‌های معروف و خواننده قدیمی اسپایس گرلز هست تا 4 فرزندش که مخاطبان میلیونی در اینستاگرام دارن، این خانواده در طول سال بارها با فلاش دوربین‌ها در سراسر جهان قرار می‌گیرن. خانواده‌ای خوش‌پوش و مدباز عنوانی هست که میشه به خانواده بکام اطلاق کرد. دیوید بکام بازی حرفه‌ای خودش رو از جوانان منچستر آغاز کرد. چند ماه بعد از حضور اون در تیم جوانان منچستر یونایتد، اون برای بازی در جام اتحادیه انگلیس به تیم بزرگسالان دعوت شد و پیراهن شماره 7 رو که قبلا تن بزرگان منچستر بود رو پوشید. بارسلونا اولین باشگاهی بود که رسما درخواست خودش رو مبنی بر تمایلش جهت جذب دیوید بکام تقدیم منچستر یونایتد کرد. اما در این بین فقط یک تیم بود که تونست بوی سبقت رو برای جذب این ستاره انگلیسی بربایه. در ژوئن سال 2003 دیوید بکام با عقد یک قرارداد 4 ساله به تیم رئال مادرید قهرمان باشگاه‌های اسپانیا پیوست. منچستر در ابتدای قراردادش با رئال مبلغ 17.5 میلیون پوند بابت فروش بکام دریافت کرد که این مبلغ با توجه به حضور بکام در رقابت‌های لیگ قهرمانان و نمایش او در رئال تا 25 میلیون پوند قابل افزایش بود. سرانجام بکام رای رئال مادرید شد و جدایی اون از منچستر یونایتد خلأ بزرگی در خط میانی این تیم به وجود آورد. بکام طی سال‌های حضورش در منچستر در 397 بازی که برای این تیم انجام داد 86 گل به ثمر رسوند. شروع کار بکام در رئال با انتقادات زیادی همراه بود. بسیاری معتقد بودند که اون نمیتونه در تیم رئال شرایط آرمانی خودش رو پیدا کنه و مثل گذشته بازی‌های خوبی از خودش ارائه بده. اما این هافبک ارزشمند پاسخ هواداران رو به گونه‌ای دیگه داد و در 3 بازی مختلفی که برای رئال به میدون رفت 2 بار گلزنی کرد. بعد از اون بکام با قراردادی به لس آنجلس گالاکسی پیوست و سپس در نیم فصل دوم سال‌های 2009 و 2010 رو با توجه به تعطیلات لیگ آمریکا به صورت قرضی در تیم آس میلان سپری کرد. شماره بکام 32 بود. اون موفق شد با پیراهن میلان 2 گل به ثمر برسونه. بکام در اواخر ژانویه 2013 در تمرینات آرسنال شرکت کرد، ولی آرسن ونگر مربی این تیم به جذب اون علاقه نشون نداد. در نهایت باشگاه پاریس سن ژرمن با عقد قراردادی 5 ماهه اون رو جذب کرد. اون بعد از عقد این قرارداد اعلام کرد که تمامی مبلغ این قرارداد رو به یک بنیاد خیریه کودکان اهدا میکنه. شماره بکام باز هم 32 بود. بکام در فوتبال با پاس‌ها، ضربه‌های آزاد و شوت‌های فنی و دقیق خودش به موفقیت رسید که به عنوان یکی از بهترین هافبک‌های نسل خودش و تاریخ فوتبال برشمرده میشه. اون 2 بار از سوی فیفا به عنوان دومین بازیکن سال فوتبال جهان برگزیده شد و 1 بار هم نامزد دریافت توپ طلای اروپا شد. در سال 2004 پله نام اون رو به عنوان یکی از بهترین بازیکنان ادوار فوتبال در لیست فیفا قرار داد. اون در می 2013 با 19 قهرمانی بعد از گذشت 20 سال از دوران حرفه‌ای خودش اعلام بازنشستگی کرد. اون در پایان فصل 2012-2013 با پیراهن پاریس سن ژرمن از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. بکام اولین بازیکن انگلیسیه که تونسته در لیگ 4 کشور گوناگون، انگلستان، اسپانیا، آمریکا و فرانسه به قهرمانی برسه. بکام همچنین از سال 1996 در حالی که 21 ساله بود به تیم ملی انگلستان دعوت شد. اون در مجموع 127 بازی ملی رو توی کارنامه خودش داره. بکام همواره یکی از پردرآمدترین فوتبالیست‌های جهان و یک مدل تبلیغ تی سودآور برای برندهای بزرگ جهان محسوب می شد. اون هم اکنون به جز فوتبال در زمینه تجارت هم فعاله.